خانوم کرینگتون و خانوم کرین، از کتاب نیویورک به دیترویت، نوشته دوروتی پارکر. خانم کرینگتون در حالی که چند دانه خاویار را روی دستمال حاشیه‌دار کوچکش میتکاند گفت: عزیزم، دیگه حتی یک دقیقه هم نمیتونم تحملشون کنم. حتی یک دقیقه. خانم کرین گفت: میدونم. او آهی کشید و با مهربانی به دوستش نگریست. گفت: آه، میدونم، منم همین احساسو دارم. خانم کرینگتون گفت: جدی؟ جدی؟ اگه با عجله از سر بازی بریج آنجلا پا نشده بودم و به اینجا نیومده بودم، نمیدونم چی کار میکردم. خانم کرین گفت: احتیاجی نیست بهم بگی، خودم خوب میدونم. نیازی نیست برام توضیح بدی. اما خانم کرینگتون احتیاج داشت که این چیزها را به زبان بیاورد. احساس خلأ و تنهایی. و همه مدام شایعه پراکنی میکنن. همش راجع به لباسهایی که دارن و لباسهایی که قراره بخرم و چطور میتونن لاغر بمونن صحبت میکنن. دیگه خسته شدم. نه، ممنون عزیزم. جرأت ندارم یه ساندویچ دیگه بردارم. همینطوری هم تمام فردا باید از دستگاه ماساژ استفاده کنم. خانم کرین گفت: دستگاه ماساژ اصلا روی من تأثیری نداره. من به جاش هر روز صبح 35 بار پاهام رو تا بالای سرم میارم. و بعد اگه تمام روز توی خونه باشم نهار نمیخورم. خانم کرینگتون گفت: اگه این کارو بکنم میمیرم. واقعا میمیرم. اگه نهار نخورم سر شام نمیتونم خودم رو کنترل کنم. آنجلا رژیم جدیدی داره. از اون رژیم هایی که مهم نیست چقدر بخوری، اما مهمه که چی میخوری. 8 پوند وزن کم کرده. خانم کرین پرسید: چطور به نظر میرسه؟ خانم کرینگتون گفت: او، فکر میکنم خوب شده، اما خب من به جایی رسیدم که همشون برام مثل هم هستن. همه مثل هم حرف میزنن. همشون زنهای تو خالی و احمقی هن. به هیچ چیز دیگه جز لباس و مهمونی فکر نمیکنن. هیچ وقت راجع به مسئله مهمی صحبت نمیکنن. تو زمستون زیاد بد نیست، تو نیویورک میشه از دستشون در رفت. آدم میتونه خودش یه کار خوبی انجام بده، به نمایشگاه عکاسی بره یا به یه کنسرت بره و آه، نمایشگاه نقاشی هم هست. اینجور چیزا دیگه. اما اینجا خارج شهر، اون هم توی تابستون، خب هیچ راهی برای فرار ازشون نیست. خانم کرین گفت: میدونم، نیازی نیست بهم بگی. اما خانم کرینگتون باید حرفش رو میزد. گفت: همش مهمونی، مهمونی، مهمونی. بله، همش مشروب میخورن. نه عزیزم، لطفاً دیگه به هم نوشیدنی نده. با اون رفتارهایی که اونا دیشب توی مهمونی ولدنها داشتن، احساس میکنم دیگه دلم نمیخواد نوشیدنی بخورم. حتی دلم نمیخواد اصلا نوشیدنی رو ببینم. خانم کرین گفت: اما این فقط آب میوه است. ابتدا لیوان خودش رو پر کرد، چون اون میزبانی خودمونی بود و ابتدا از خودش پذیرایی میکرد. اون هم با معجونی از جین، ورماس و پوست لیمو. گفت: آه، تو دیشب به مهمونی ولدون‌ها رفته بودی، آره؟ خوش گذشت؟ خانم کرینگتون گفت: مثل همه اونای دیگه. تخته، شایعه پراکنی، رژیم و لباس و این چیزا. راستی داشت یادم میرفت. بتی اون لباس مدل فلورل رو پوشیده بود، همونی که کتش دنباله داره. اما مال اون آبی بود. فکر کنم شاید سیاهش رو سفارش بدم. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی سیاهش به درد من بخوره؟ خانم کرین گفت: او بله، عالیه. و بعد پرسید: بتی مست بود؟ خانم کرینگتون گفت: سیاه مست بود. خانم کرین گفت: واقعا داره حوصله سر میبره. نمیدونم جک چطور تحملش میکنه. اما خب اون خودش همیشه اینقدر مسته که گمون نکنم اصلا متوجه بشه. خیلی مشمئز کننده است، نه؟ او عزیزم، بذار لیوان تو پر کنم. واقعا چیزی جز یخ و آب توش نیست. خانم کرینگتون گفت: نه، لطفا این کارو نکن. خوبه، همین کافیه. او نه، زیاد شد. خب واقعا بهش احتیاج دارم. اون هم با اون مهمونی بریج. دیشب تو چی کار کردی؟ خانم کرین گفت: ما به مهمونی لاکوود ها رفتیم. نیازی نیست بهت بگم چطور. خیلی کسل کننده بود.
فکر نمی کردم بتونم دووم بیارم، اما عزیزم خیلی جالب بود. سینتیا پیراهن مدل سینیت پوشیده بود و همونی که دوتا شنل کوچولو داره، و مگی چیس همون مدل پیراهن را پوشیده بود اما به رنگ سبز. بعد دورت اومد، اون هم عین اون دوتای دیگه لباس پوشیده بود اما زرد پره. خانم کرینگتون گفت خدای من، به هر حال انتظار میرفت همشون مثل هم فکر کنن، هیچ ایده تازه ای ندارن، حتما باید مثل هم لباس بپوشن. واقعا نمیدونم چطور میتونم این اوضاع رو تا آخر تابستون تحمل کنم. دیشب تو راه خونه به فردی همینو گفتم. بهش گفتم فردی، واقعا دیگه نمیتونم این جماعت تو خالی مست و احمق رو تحمل کنم. خانم کرن گفت من هم عین همین جمله رو به جین گفتم. بارها و بارها. تو فردی امشب چی کار میکنی؟ خانم کرینگتون گفت میریم خونه یه خانواده یه گری. این یکی هم مثل همه یه مهمونی های دیگه است. همون حرفای احمقانه همیشگی، هیچ ایده جدیدی در کار نیست. خبری از فکر به درد بخوری نیست. خانم کرین گفت ما هم داریم میریم همونجا. خیلی خوبه که شما هم میاد. ممکنه وقت کنیم با هم حرفی بزنیم. خانم کرینگتون گفت اگه نتونیم اون مهمونی رو نمیتونم تحمل کنم. واقعا نمیدونی عزیزم، ولی تو خیلی به من کمک میکنی. نه ممنون دیگه نمیخورم. خب اگه تو هم میخوری پس منم میخوام. او خیلی زیاد شد. نه اما میخواستم بهت بگم هر آدمی کمی عقل داشته باشه احتیاج به چیزهایی داره که یه ذره باعث فکر کردن بشن. آدم نمیتونه هر روز فقط با توخالی بودن و حماقت، لباس و اینجور چیزها سر و کله بزنه و با اونا سر کنه. خب البته گمونم اونا بتونن، اما آدمهایی مثل ما، خب ما از این اوضاع میمیریم. میمیریم درسته؟ خانم کرین گفت میدونم. او خوب میدونم. خانم کرینگتون گفت ای کاش وقت برگشتم به نیویورک بود. میخوام این زمستون یه کار درست حسابی انجام بدم، کار به درد بخور. فکر کنم تو دانشگاه کلمبیا دوره چیزی ببینم. هستر کولز همین کارو کرده. خب البته اون خیلی کودنه، درست مثل بقیه، اما منم شاید همین کارو بکنم. خانم کرین گفت منم میخوام امسال زمستون کاری بکنم، کاش بخشش رو پیدا بکنم. واقعا دلم میخواد رقص استپ یاد بگیرم. ماری مورتون یاد گرفته، پارسال 12 پوند وزن کم کرده. خانم کرینگتون گفت جدی؟ اینطوری یعنی لاغر شده؟ رژیم هم گرفته؟ خانم کرین گفت نه، فقط دیگه شیرینی و غذا و نشاسته و این چیزا نخورده. گوشت هم حق نداشت بخوره، فقط یکی دو بار در هفته اجازه داشت کمی مرغ بخوره. 12 پوند هم وزن کم کرده. خانم کرینگتون گفت چه عالی، منم درست همینقدر میخوام کم کنم. خانم کرین گفت وقتی اینطوری وزن کم کنی دیگه چاق نمیشی. خانم کرینگتون گفت خب به محض اینکه برگردم میرم سراغ رقص استپ. باید با هم بریم عزیزم. جدی میای؟ واقعا میای؟ او خیلی عالی میشه. میبینی وقتی با من صحبت میکنی چقدر ایده های خوب به ذهنم میرسه. خب حالا که امیدوارم میتونم امسال زمستون یه کار درست حسابی هم انجام بدم، حالم خوبه. واقعا میتونم بقیه تابستون رو تحمل کنم. خدای من اینجا زمان چقدر کند میگذره، مگه نه؟ خدای من واقعا اینقدر دیره. او باید زود برم خونه و لباس عوض کنم، 1 ساعت دیر کردم. تو چی میپوشی؟ خانم کرین گفت او بهش فکر نکردم. فکر کردم شاید تور سیاه بپوشم اما مطمئن نیستم. شاید هم صورتی چرک تنم کنم. بتی عین پیراهن من رو به رنگ بژ داره. خانم کرینگتون گفت او آره خیلی خوشگله. فکر کنم بتی هم امشب میاد. احتمالاً همین حالا هم مسته از الان. از جا برخاست و به سمت در رفت. برای لحظه‌ای به نظر می رسید که یخ آب شده و آب میوه او را سرنگون خواهد کرد. چیزی که فکر می کرد آب میوه است. کمی تلو تلو خورد و گفت ای وای. دوباره تعادلش رو به دست آورد. لبخند آرومی به میزبانش زد و گفت خب نمی دونی چقدر بهم خوش گذشت. خیلی حالم خوب شده. اگه امروز بعد ظهر با حرف نمی زدم، نمیتونستم امشب حماقت بقیه رو تحمل کنم. واقعا نمیتونستم.
خانم کرین کمی به سمت دوستش تلو تلو خورد و گفت: میدونم، خیلی دلگرم کننده است که حتی اینجا کسی هست که با بقیه فرق داره. احتیاجی نیست بهم بگی. اونها با علاقه همدیگر رو بوسیدن و برای مدتی کوتاه از هم جدا شدن. خب دوستان، این بود داستان کوتاه خانم کرینگتون و خانم کرین، نوشته دوروتی پارکر از کتاب نیویورک به دیترویت. مرسی، متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید و این ویدیوها رو براشون شیر کنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.